سلام به همه دوستای عزیزم، به آشپزی با هانی خوش اومدید. امروز با یک غذای دیگه اومدم به خونه هاتون تا یه آموزش دیگر رو با هم انجام بدیم و یک تجربه جدید داشته باشیم. طرز تهیه سالاد اولویه که یک غذای بسیار خوشمزه و یه غذایی که همه دوستش دارن و کسی نیست که از طعم این غذا بدش بیاد. خیلی عالی و خوشمزه و برای همه جشن ها، برای همه مهمونی ها میتونید اینو در سفرهاتون داشته باشید. امیدوارم کانال منو سابسکرایب کنید و به دوستاتونم معرفی کنید. حتما واسم کامنت بنویسید و نظراتتون رو بهم بگید. بریم واسه مواد اولیه بگیم چه چیزایی نیاز داریم. دوستای گلم، برای درست کردن این سالاد اولویه خوشمزه به 8 تا تخم مرغ نیاز داریم که من تخم مرغا رو آب پز کردم و رنده کردم. با رنده، اگر رندتون از این مدل داره با این بکنید، اگر نه که با رنده ریزش انجام بدید. 12 تا سیب زمینی متوسط، اونا هم آب پز کردم و با گوشکوب لهشون کردم. 500 گرم خیار شور داریم که اونا هم با رنده ریز رنده کنید و کنار بذاریم. نخود فرنگی دارم. نخود فرنگی دیگه بسته به سلیقه خودتون، هر چقدر که دوست دارید. من از این نخود فرنگی رو خریدم. این آبش میریزه اینطوری. ببینید این الان وزنش 400 گرمه، من تقریبا 100 گرمش رو، شاید آره دیگه 100 گرم برداشتم ازش. و ذرتم تقریبا 100 گرم از این ذرت دارم استفاده میکنم. نشونتون میدم که اگر این برای دوستایی که البته در اروپا هستن و خواستن تهیه بکنن، بدونن که دقیقا من چه برندی دارم استفاده میکنم. سس مایونز داریم و ماست. و سرکه سیب. خب حالا به میگم دوباره مقداراشو که چقدر از هر کدوم بریزید. من آب این نخود فرنگی رو خالی کنم. خب اول میای ماستمونو من ماست میریزم که بخوام سس کمتری بریزم. شما میتونید ماست اضافه نکنید، ولی به خاطر اینکه غذای سالمتری داشته باشم، اون مقدار سسی رو که میخوام بریزم نصفشو ماست میریزم، نصفشو سس میریزم که هم طعم خوشمزه‌ای داشته باشه و هم سالم باشه. چهار پنج تا قاشق ماست میریزم. بعد اگر دیدم که اولویم بازم نیاز داره یک کمی دیگه میزنم. خب همین مقدار کافیه. تقریبا فکر میکنم یک سوم این 500 میلو من ریختم. فلفل سیاه اضافه میکنیم. خیارشورتون بچه ها، اگر که خیارشورتون شور هست بچشید اولش،
نمک رو به تناسب اضافه کنید، اگر که نه مثل این خیارشورایی که اینجا هستن که اصلا نمک ندارن. خودم من نمک بیشتری میزنم، نمکش هم باید خوب بچشید دیگه، یه مقدار بزنید، ولی بعد آخر بار که چشیدید اگر دیدید نمکش کمه میتونید بازم اضافه بکنید. فلفل قرمز، حالا اینا رو با هم مخلوط میکنید. بچه این دسر رو، این سالاد و لوبیا رو میتونید واسه حتی یک مهمونی بعد از ظهر، جشن تولدا، و یک غذایی که همیشه توی یخچال باشه و هر موقع که هوس یک غذای کامل و آماده رو کردید از این غذا توی یخچال داشته باشید، به خاطر اینکه اولویه یکی دو روز هم که میمونه توی یخچال بیشتر جا میفته و خوشمزه تر میشه. یه غذایی هم هست که همه دوست دارن، من هیچ کس رو ندیدم که از اولویه بدش بیاد یا طعمش رو نپسنده. یه قاشق هم سرکه سیب اضافه میکنم. واقعا یک غذای خوشخوراکیه که هر چقدر آدم میخوره سیر نمیشه. خب خیارشورمون هم اضافه میکنیم. خیلی هم درست کردنش راحت، زحمت داره، ولی خب بالاخره ولی آسونه، هر کسی میتونه درست کنه. تخم مرغامونم اضافه میکنم. اینجا دیگه یک کمی تخم مرغ اضافه کنید، یک کمی سیب زمینی که مخلوط کردنش براتون راحت تر باشه و اینکه خوب همه تخم مرغ و سیب زمینی با هم ترکیب بشن. بچه ها میتونید از گوشتکوبم استفاده بکنید. من اینجوری استفاده کنم ببینم راحت تر فکر میکنم. هم دوباره کوبیده میشه اگه جاهایی از سیب زمینی هست که هنوز کوبیده نشده، اینجوری دیگه کامل مخلوط میشه. دوباره تخم مرغمونو میریزیم. بقیه سیب زمینی رو هم اضافه کنید. که اینا رو مخلوط کردید طعمش رو بچشید ببینید که ادویش، فلفل و نمکش به اندازه بود. بعد میریم سراغ بقیه موادمون که نخود فرنگی باشه و ذرت، که یکمش رو من باهاش مخلوط میکنم، یکمش هم میذارم واسه تزیین روش.
خب بچه الان تقریبا همه جاش با هم مخلوط شده، من یکم چشیدم، بازم احتیاج به نمک داره چون خیارشوراش شور نیست اصلا. یکم دیگه نمک اضافه میکنم، یکمی فلفل، دوباره حجم موادم زیاده، یکمی بیشتر میخواد. از اول اگر همه ادویجاتتون رو زیاد بریزید بعد دیگه نمیتونید کاریش بکنید، پس کم بریزید ولی بعد میتونید اضافه کنید، نگران نباشید. خب دوباره دو تا قاشق هم سرکه اضافه میکنم. بچه سرکه طعم خوبی بهش میده. ببین الان این هنوز یک کمی نیاز داره که شلتر بشه، پس میتونید ماس بریزید، میتونید سس بریزید. من ماس میریزم که سالم تر باشه، چون بعدا واسه تزیین روشم یک کمی میخوام سس استفاده بکنم. همین مقدار که ماس میریزم دیگه واسهش کافیه. دوباره همش رو با هم مخلوط میکنم. میتونید با نونای توست، نونای اسنک، با اونا میل کنید، خیلی خوشمزه میشه. یا نون ساندویچی بذارید. قشنگ با سس گوجه تزیینش کنید و به جای یک میان وعده خیلی غذای خوشمزه و عالی هستش. خب الان دیگه کاملا میکس شد. نصفی از نخود فرنگی ها رو من بهش اضافه میکنم. البته همشو میریزم، بعدم دوباره واسه تزیین روش دارم. یکم هم از ذرت ها میریزم. حالا دیگه با چنگال هم بزنید که له نشن، فقط میخوایم ترکیب بشن با هم دیگه و همه جای سالادمون از طعم هر دوش داشته باشه. خودتون بچه ها میتونید تشخیص بدید که مقداری که الان اضافه کردید کافیه نه. وقتی که هم میزنید توی همش مشاهده میکنید که دونه های ذرت و نخود فرنگی هستش. نه زیاد از حد باید بریزید، نه کم که اصلا دیگه داخلش گم بشه. ببینید الان به یک نسبت تقریبا همه جاش پخش هست. خب بریم که بریزیمش توی ظرفی که میخواییم سرو کنیم و روشو تزیین کنیم.